کنسرت جدید شرافت پروانی و غزال عنایت در امریکا. دلیل برگزاری این کنسرت چیست و رقابت جدید غزل عنایت با آریانا سعید؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. شرافت پروانی، هنرمند خوب، محلی خوان و خوش صدای کشورمان که شهرت خاصی در میان مردم و علاقمندانش در تمام جهان برخوردار است. شرافت پروانی در افغانستان کارهای هنری خود را بعد از سال 2015 آغاز کرد. بسیار به زودی در میان مردم به شهرت خاصی رسید. شرافت پروانی مانند هزاران افغان دیگر بعد از سقوط حکومت توانست به کشور امریکا برود، اما در کشور امریکا فقط با یک دوست خود زندگی می کند. شرافت پروانی در امریکا هم به کارهای هنری خود ادامه داده است و کنسرت های فراوانی برای علاقمندانش اجرا کرده است و در زمین در محافل خوشی هموطنان افغان خود هم اشتراک می کند. جدیداً با درخواست تلویزیون توتی، شرافت پروانی با غزال عنایت در شبهای سال نو میلادی قرار است کنسرت مشترک را در چندین شهر امریکا برگزار کند. غزال عنایت هم این درخواست تلویزیون توتی را پذیرفته است و قرار توافقی که غزال عنایت با تلویزیون توتی انجام داده است، 70% سهم این کنسرت به نفع غزال عنایت خواهد بود. این شب و روزها بازار برگزاری کنسرت‌ها در میان هنرمندان افغانستانی خیلی داغ بوده است و به همین علت غزال عنایت هم برگزاری این کنسرت را قبول کرده است. رقابت غزال عنایت با آریانا سعید همیشه وقت دوامدار بوده است، چون که آریانا سعید قرار است دو کنسرت خوب با قیس الفت و شبنم ثریا در تاجیکستان برگزار کند و غزال عنایت هم بر ضد آریانا سعید این کنسرت را با شرافت پروانی در امریکا اجرا خواهد کرد. این خبر نشر شده از طرف شرافت پروانی و غزال عنایت از طرف مردم و علاقمندانشان تشویق فراوانی شده است و همه مردم منتظر برگزاری این کنسرت هستند. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و طول عمر برای هنرمندان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتون را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درود دیگر، بدرود.